سلام بیننده های عزیز برنامه مهمان یار. ماه محرم الحرام است، ماهی است که در این ماه امام حسین به شهادت رسیده و به این خاطر تمام مسلمانان سوگواری میکنند. در این برنامه ما و نعمت جان هم خواستیم که با شما یک جا سوگواری کنیم و در این برنامه مهمان فرهاد افشار نعتخوان بسیار خوب کشور ما میشیم، پس امید است که برنامه حاضر هم تا آخر تماشا کنیم. ما از دوستا خبر گرفتیم و پرسان کردیم که امیل اعظم فرهاد جان افشار کجا هست؟ باز اونا همینجا آدرس دادن که داخل تکیه خانه هست دیگه. همینجا فرهاد جان افشار امروز صحبت میکنیم و از اونا یک نیم ساعت وقت تقاضا میکنیم که امروزشون بریم در خانه و مهمانشون شویم. سلام علیکم، خوش اومدید. خوش اومدید. خوش اومدید. خیلی خوش تشکر زنده باشین. قربانتون. فرهاد جان افشار آمدن میچ هستن؟ هستن. پیش علم است. چطور بشناسیم اونا را؟ اونمو بیادر که پکول دارن بین ابو آقای افشار است. خب خوب نشانی گفتین، ان شاء الله حتما پیداشون میگم. جمع از نام اونا پکول دارن روش از بطن. سلام بر همه برسه. سر شما خوب بخیر هستین؟ سلام خوب است. و فکر می کنم که اینا فرهاد جان افشار هستن. سلام علیکم. سلام علیکم. صد شما خوش اینجا هست. فرهاد جان برنامه مهمان یار است و این بار خواستیم که مهمان شما شویم. اگر شما یک نیم ساعت تا بر ما وقت بدین که امروز صحبت کنیم، بشینیم امرایتان. تشکر می کنیم از پروگرام برنامه یار که زحمت کشیدن چه تشریف آوردن. ما در خدمت هستیم. کجا بشینیم به نظر شما؟ همینجا داخل تکه خانه جای هست میشینیم که صحبت کنیم. اینجا خوب روی اولیس ممرای دوستا صحبت داشتم، میریم بعدا با شما صحبت میکنیم. میرم هم میریم. تشکر. خب همینجا است؟ بفرمایید. شما بفرمایید. شما مهمان برنامه تان مهمان یار است. شما مهمان ما هستید. بفرمایید. خب علاقمندان برنامه مهمان یار، بالاخره مهمان فرهاد افشار شدیم و داخل خانه شون هم آمدیم و بازم تشکر میکنیم از اینکه ما را وقت دادین، چون در این وقت ها شما بسیار مصروف هم میباشین، ما در جیران هستیم. تشکر، لطف کردین، شما زحمت کشیدین آمدین. پیشتر شما گفتین منزل ما، من خودم میمون هستم. برای اینکه ما از دیار اجرت اینجا آمدیم، دوستا دعوتم کردن. یکی از خانه های دوستاست در نزدیکی تکه خانه وحدت نور، تکه خانه امید وحدت نور، که دوستا دعوتم کردن. امسال ما اینجا آمدیم. خب بسیار خوب. خب با خاطر اینکه دوستا بیشتر با شما آشنا شوند، شروع میکنیم از در آغاز از زندگی شخصیتان و بعدا میریم سر فعالیت هایی که شما دارین، سر کارکردهایی که شما دارین. در آغاز شروع میکنیم از اینکه شما در کجا تولد شدین و دوره طفولیت و جوانی را شما چگونه سپری کردین؟ تشکر. من اسم من فرهاد است، تخلصم افشار است و در نایه پنجم که افشار زیبا در شهر کابل است، سال 1338 تولد شدیم. فعلا متأهل هستم، 4 اولاد دارم، یک بچه، 3 دختر دارم که دختر کلانم جناح کالج پشاور درس میخونه، بچیم هم سال آخر مکتبش است و مدت 15-16 سال یا زیادتر و کمتر از اون میشه که من در پشاور زندگی میکنم.
فعلا دوستا برادرایی که قبلا اومده این تک خانه میخوندم. خراب روشن است امشب، اگر مجنون شبم میبم مکن، حق با من است امشب. بشا میخم چی آدیدم، سرش با نیزه آدیدم. مهمان یا خب دوستان برنامه مهمان یار، شما در این فکر نباشین که ما امروز تنها آمدیم اینجا مهمان شدیم. البته که نعمت جان هم با ما هست، اما چون ده محرم است نعمت جان هم با ما و با شما یک جا سوگواری میکنه و همینجا آرام قرار کرده همینجا نشسته. خب باز هم با فراجان افشار صحبت شروع میکنیم. با نعمت جان انشالله آشنایی دارین دیگه؟ چرا نه؟ اگر... شما کاشنایی پیدا کردیم با نعمت جانم پیدا کرد. بله بسیار خوب. حالا شما مثلا چی گفتم میشین؟ زاکر گفتم میشین؟ ندخان گفتم میشین؟ یا میشین میره بگوین؟ بسیار خوب. خوب سوال است برای زی که ما زاکر خو امگی که در چهار اطراف در ماه محرم میخوانن زاکرین هستن. ما در بخشایشی ما روزخانی داریم که یک بخش جداست، مناقب خانی است که یک بخش جدا است و بحر سینه خانی است. در اول شروع ما خودم از روز خانی کردیم و بعدا دیگه امرایی را که به خود انتخاب کردیم بحر سینه بوده و ما بحر سینه خواندیم که فعلا فکر میکنم در این مسئله بحر سینه خانی من مطرح هستم، نه در دیگه مسائل. چرا در اول ما با روز خانی و اینا دو تربوز در یک دست گرفته نمیشه. مثلا باید قاری قرآن هم باشم، منقبت خانی هم باید کنم و یا روز خانی هم کنم. روی ازی اصل همو روش را که به حساب من میخواستم در بحرسینگی بحرسینه خانی یافتم و تا به حال من بحرسینه میخونم. مدت 40 سال میشه که من بحرسینه میخونم. در ماه محرم الحرام شما فقط میخوانین؟ نه خیر نیه، ما برنامه های مشخصه که ما خودم هم در شهر داریم. همین برنامه هاییست که روزای جمعه ما محفل های داریم، از خود مجلس های مجالس داریم که مجالس مسائل گوییست، مجالس منقبت خانیست و در ختمش چند تا از شاگرد های ما که میان بر سینه را پیش ما در طول هفته میخوانن، باز در روز جمعه میتونن اونجا بیان به حساب ما و شما تمرین کنن یا با امو خوانن را که تمرین کردن اونجا دیده شد که بیادر چقدر میتونه آقای خواندن درست بخونه نخونه. خب یک بحر سینه خان که میخونه بر بحر سینه، چی وقت خود موفق احساس میکنه و چی وقت موفق بوده میتونه در کارش؟ تشکر از سوال شما. من فکر میکنم یک آوازخان، چی منقبت خان، چی بحر سینه خان یا چی در موسیقی آوازخان باشه، تا از خود چیزی نداشته باشه فکر نکنم موفق باشه. تا ای که مثال ما مقلد باشیم یا تقلید کنیم از ایران، هندوستان، پاکستان یا اینجا، ما روش های خاص خود داریم. اما بر بدبختانه بگویم این سیده جنگ قسم بوده که یک تعداد مردم ما ایران مهاجر شدن، یک تعداد پاکستان از اونجا طفل بودن، حال جوان شدن، با خود فرهنگ هایی را آوردن از اونجا. به نظر من موفقیت یک خواننده، یک بار سینه خوان، هر کسی که در هر سی کار میکنه که از خود یک چیزی داشته باشه او وقت موفق است. تا وقتی که از خود نداشته باشه و کپی خوانی، و فکر میکنم که اون نفر موفق نمیباشه. خب همین خود
در جریان برزینخانی یک احساس هم مهم است یا نیست؟ چون کسایی که میشنوند برنامه باید یک احساس باید کسی که میخوانه بته. الان میشه شما بگوین که چگونه شما احساس پیدا میکنین و آیا شما بسیار زیاد احساساتی میشین وقتی که میخوانین؟ ای فکر میکنم برازی که ای مجلس عزاداری است، خود عزاداری یک احساسات خود داره. اما به نظر شخصی من یک شعر خوب میتونه، یک کمپوز خوب میتونه که احساس برای شنوندان بته و برای خودم. من شخصا نظرم ایست، دوستا دائم سر از این مسئله ما که بس کردیم، ما گفتیم ما خواندن را که میخوانم تا وقتی که خود من نگیره، تا وقتی که او احساس به من پیدا نشه، شنونده را هیچ وقت نمیگیره. چرا نه؟ ما خصوصا در ماه محرم به خاطر عزاداری متر فکر میکنم که احساس از هر وقت کرده زیادتر است و زیادتر احساسات خود ماست که ما بروز میتونیم تا شنونده استقبال میکنه احساسات. بس می دل آرام تو دل آرام حسین یا حسین شاه حسین مولا 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 حسین. او کرده با لطف تو عیسی مسیح مردگان خاک رایی یا حسین بود احمد از تو و تو غم از او نوری بود در چیرگت پیدا حسین یا حسین شاه حسین مولا حسین یا حسین شاه حسین مولا مهمان یا خب چون بعضی وقت امی خواندن طویل هم میشه، شعر طویل میباشه و به نظر شما بعضی وقتا خسته نمیشین وقتی که میخوانین و هم بسیار با احساس؟ فکر میکنم که او عالم نیست که بازی خستگی باشه، برای ازی که یک بار تانستیم با مو حوجی که به حساب خواندن رو برسانیم که سینه زن و شنونده یا مستمعی که اونجا شیشته اونا خسته نشن، خود خواننده فکر نکنم. البته در مسئله سینه زنی میگم به طور سینه زن و بر سینه خان لازم ملزوم یکی دیگه خود هستن. چرا او ضربه را که سینه زن میگیره اما ضربه خواننده وقتی سینه زن خوب باشه برای سینه خانه هیچ وقت هرقدر شیر طویل باشه خسته نمیشه. اما وقتی که مثال بازم گپ پیشترم که من گفتم اگر نتونه شیر درست کمپوز درسته سینه زن دواج نیاره خودشم دنباره که طویل نباشه کم باشه خسته میشه و زود چی میشه. و قسمی که ما میبینیم در بعضی می روزهای مناسبتی در ماه محرم الحرام بیشتر جای کسای ایرانی است و کسای آوازخوانای ایران که رو خواندن اونا رو میشنون، به نظر شما آیا خوب نیست که کسایی که هموطن ماست میخوانن مثل شما از اونا رو بشنویم و چی باعث است که همگی کسای ایرانی رو میشنون؟ ما گذشته ها محلات چندول، افشار، قلعه شاده، وزیر آباد، مرادخانی، امی محلاتی که به حساب داشتیم اینا مساجد بوده، تکیه خانهای مردم ما همه گیش مکتب بودن که ما از اینجا می آموختیم. او زمان ما استادای داشتیم پیشان می شیشتیم، مثال برای ما در یک هفته خواندن اگر می دادن به هفته دیگه از ما پرسان می کردن که تو همی هفته که پیشتر که خواندی تو بیایی را برای ما به حساب شکل همتیان واری و می شنیدن. اما برعکس حال بدبختانه بگویم سیده جنگ ای بچه ها که رفتن ایران
از اونجا با خود فرهنگ ایرانی یا به حساب لهجات و طرزهای ایرانی را آوردن که قبلا پیش از این مسائل که ما جوان به حساب 15-16 ساله بودیم، اصلا شما باور کنید در تمام نتکایی‌هایی که خوانده میشد ما بر سینه‌خوان‌های بسیار نامور خوب داشتیم که در اون وقت طرزهای از نو سبک بوده، یک مکتب بوده، یک روش بوده. راستی در پاکستان چگونه عزاداری میکردن، سوگواری میکردن به روز ده محرم؟ پاکستان با پاکستانیا یک جانی. ما از خود برنامه‌ای داشتیم، تقریبا 15-16 سال ما از خود اونجا برنامه داریم، جای داریم، روزای جمعه ما خواندن داریم، ما خود ما میخوانیم، پاکستانیا بخش خود میخوانن. عزاداری ما از اینا شکلا فرق داره از هم. یکی که اونا مثال با لسانای خاص خود میخوانن، ما با لسان خاص خود میخوانیم، و دیگه اونا همی سینه زنی، ما ششته سینه زنی میکنیم، اونا استاده سینه زنی میکنن، فرق میکنن. خب باز هم ما در مدت زمان هم تکیه های به حساب مردانه داشتیم، هم برای خوارای ما تکیه های زنانه بوده، زنا میخواندن و مردا همیال هم فعلا هم ما در اونجا داریم مجلس خود. خب هراجان، در پالیزی که شما یک ذاکر هستین، دیگه شما مصروف چی کارا بودین در سابق و چی وظیفه داشتین؟ یا الان کدام وظیفه دیگه هم دارین؟ نه، مامور بودیم ایسای ولایت کابل سال 57، بعدا خدمت عسکری میفتن یا خدمت زیر بیرق عسکری کردیم. بعد از عسکری که آمدیم، بعد از فراغت پانتون مدت چند سال کمی که دوستا باز لطف میکنن استاد فراد میگن، ما در بخشا مجیب جان استاد نیستم، کل در بخش بررسی نخوانیم نا. از اینکه چند سال که اینجا بودیم معلم بودیم، به او خاطر استاد بعضا میگن، فکر میکنم از هم بخاطر، چرا که من خودم فکر نمیکنم که در این مرحله رسیده باشم که ما استاد شدیم، در این بررسی نخوانی استاد نیست. کس نفسی میکنه نیست؟ خواهش میکنم، هدف امی که باید یام برای برادرها روشن باشه که این استادی خود خودت از کجا گرفتی، این استادی فقط به خاطر که معلم بودیم. و پاکستان در دوره مهاجرت کار کردیم، حتی تاکسی چلانی هم کردیم، و فعلا برتون عرض کردم خدمتتون که از خاطر ما اولادای ما اونجا هست و تحصیلشون هست، من اونجا ماندگار هستم، فعلا کدام کار مشخص نی، فقط بعض اوقات با می اشعارهایی که میخوانم با این امینا سر کار دارم، با بعض کمپوزهای جدید و این امینا هر روزای جمعه اونجا میرم، دیگه کار رسمی وش چی ندارم. خب تا حال وظایفی که شما انجام دادین کدامشه بیشتر دوست دارین؟ من معلمی رو بسیار دوست دارم، امیالم دوست دارم، واقعا کلمه معلم دوست دارم. خب اگر کسی بخواد که یا ذاکر شوه یا روزه خوان شوه یا برسینه خوان شوه، چون شما بیشتر از 20 سال شما تجربه دارین، اینا میشه برز نو گفتنی تونه بگوین که چگونه اونا میتونن؟ بی پیر مرو بر خرابات هر چند سکندر جهانی. اصلا آدم بی استاد که نمیتونه بره، آدم خود ساخته دیگه چی جور میشه ازش؟ باید اینا پیش استاد برن، باید بشینن روش یاد بگیرن، و یکی چیز دیگر که مشخص میسازم، این نمیره بیادر پس کنن که بار سینه، روزه، منقبت، قاری قرآن، هر چارش مکس شده. براتون پیشتر در اول براتون گفتم که هر کامش شعبه های جدا و سبکای جدا هست از هم. حالا یک منقبت خان ما بار سینه هم میخوانه، روزه هم میخوانه، اگر جای ختم قرآن باشه ختم قرآن هم میکنه، که من خودم طرفدار از این مسئله نیستم. باید مشخص شد. حالا شما در پانتون میخوانین یک رشته را، رشتهش اختصاصی شما چی هست؟ یا یک مکتب است، یک روش است. اتون نیست که هر کس بالا میشه که من میره بخوانم، باید آموزش ببینه. تمام خواندنام جیم جان، هر آهنگ از همه سوارهای به حساب موسیقی دور نیست، از همه سوارهای پدر نیست، بیرون نیست. یعنی که اگر بگویم نیست، حتی قرائت قرآن شریف ما داخلی یک سایس و چوکات شد.
خود خواندنای چیز، خواندنای بررسی بیرمی، کستوری، پوری، خواندنا کلش دقیق چیزا گت است، خارج از راگان است. و من خودم شخصا خاص به خاطر مسائل خواندن بررسی نمینای چند راگرام که به حساب در موسیقی خاص کار کردیم که من سبکا و همین چیزا را بفهمم که حداقل من بتانم که بعضی انگار کمپوز میکنم، بعضی بررسی نارو جور میکنم، باید حداقل بفهمم که من یعنی کمپوزم بیرمی است، کستوری است، پاری است، چی است. بدون از امکان ندارم. بسیار خوب استاد فراد، پلان آیندیتون چی است بخیر؟ اگر ما خداوند توفیق بده و ما باشیم همینجا کوشش میکنیم امو گلگی شما را رفع کنیم که چرا ایرانی خانی است، چرا کستای ایرانی است. اگر باشیم دمی ارزش زیرا کار کنیم، این بچه ها را کرشان زحمت بکشیم، حداقل یک چار پنج تا را ما چی کردیم، چار پنج تا دیگه دوستا که در آینده شما کستای ایرانی نشینیم، کستای خود افغانی ما را بشید. این پلان سایقا. خب از او کستایی که دارین میشه یک چند کست بر ما لطف کنین، باز بخیر ما را میگیریم اگر شما بخواین. درست است؟ خب چرا نه، حالا که شما لطف کردین آمدین ما مجبور هستیم دیگه. حالا میمان شما هستین، میمان یار هستین، شما هر چی که بخواین ما در خدمت هستیم. خب استاد فراد اگر کدام گفتنی مانده باشه میشه برای کسایی که مهمان یار تماشا میکنن بگوین. تشکر از شما، از تلویزیون طلو، از بینندگان عزیز که همراه ما خسته نشده باشن تا بال پای تلویزیون های خود ششتن، و همچنان از دوستای ما که خانهشان هست و اونا ما را میمان کردن. شما هم به اونجا میمان هستین نسیم جان، و برادرهایی که اینجا تشریف دارن از کمرمین، اگر اسمایشان نفهم با بزرگوارشان نام را ببخشن. از نامشان نعمت است. از نعمت جان تشکری میکنیم که زحمت کشیدن اینجا بردن و از خداتون قربانتون تشکر. و مهمانی هم اینجا به پایان رسید، اطمان شما هم رفتنی هستین، در تکیه شاید هم منتظر باشن. بله برنامه داریم، وقتون رو نمیگیریم. خداحافظتون، تشکر شما. خراب روشن است امشب، اگر مجنون شبم میبم مکن، حق با من است امشب.